اتفاقا درست میگه، این قرمزه. من صورتی نپوشیدم ولی یه جایی دارم صورتیه که با اندازه همه چیز کافیه. چیه؟ چرا انقدر خمگینی فریبرز؟ آقای کارگردان، دیگه این زندگی مثل قبل نیست. وایسا دنیا، وایسا دنیا، من میخوام پیاده شم. چی شد آخه؟ آه، کست ننت شد آقای کارگردان، ول کن دیگه. آدم نیستی مگه تو؟ دارم برات محبت خرج میکنم، بفهم دیگه. آقای کارگردان، شما رو ول کن آدمی. من مثل شما آدم نیستم که، یه دیو مهربونم. الان تیکه انداختی؟ نه. انداختی ها؟ نه. خب نخند، میخندی و نه تو تکذیب میکنه. آها ببخشید، نه. نمیفهمی دیگه، حالا چی شده؟ زر بزن ببینم. آقای کارگردان، چهارشنبه نوبت من بود برم تقه مسعود بندازم، اما این سوگند سریع که پاشو روی لباس سیسکی پوشید، بعد مسعود هم مدید با اون رفت. ای وای پسرم، گریه نکن، بیا بریم دمدرش ببینم کی همچین غلطی کرده. اه باز چی شده؟ شما اولش اومدین دمدر اتاق من. سر تو خجالت نمیکشی؟ آه چی شده؟ مگه دیشب نوبت این نبود؟ اون آقا کجاست؟ بگو ساک ساک، بگو بگو. سب کنی لحظه. چی نوبت این نبود؟ تو از وقتی که زن گرفتی مگه قرار نبود روزای فرد تو زن تو آره، روزای زوجم این طور آره، هان یا نه؟ برا بابا، من کی همچین غلطی کردم؟ این دو نفر خودشون رفتن با هم قرار مدار گذاشتن، به من چه؟ آقای کارگردان بگو ساک، بگو بگو ساک بزنه. بابا این اصلا تو رو الان تحویل نمیگیره، نمیذاره تقش بندازی. ساک چیه؟ سب کن دیگه. برو بابا آقای کارگردان، اصلا بلد نیستی ها، این چه وضعشه؟ برو گمشون بر. هی من میام با مذاکره این موضوع رو حل کنم، شما نمیذارید. جنگ سخت فقط حالیتونه. سلام فری. ای بابا، ای بابا، خوب هستی آبجی؟ اگه دیشب خیلی درد کشیدی بگو جبران کنم. نه بابا خوب بود، فقط یه مشکلی که داره اینه که شبیه خروس هست. ای بابا مزود، آبروی منو بردی. من این همه با تو تمرین میکنم، ببین یاد بگیر دیگه. ای بابا زشت آدم فالگوش باشه، بذار برم ببینم بابا زندگی زناشویی اینام خیلی دشواره. فردای آن روز، من یه گی خوشحال شهرم، با مسعودم من آشتیه آشتیم، خیلی هم دوستش دارم، حال میده جون. چیه فریبو، کپکت خروس میخونه؟ در اصل آقای کارگردان، این کپک سالاره که داره خروس میخونه، ما فقط وسیله ایم. وایسا دنیا، وایسا دنیا، من میخوام سوار بشم. فریبو کجا شال و کلا کردی داری میری؟ من میخوام برم یه محفل گیا داریم ما، خب من میرم اونجا. محفل گیا ها؟ مطمئنی؟ الان این که بعدشی صورتیه، اونام بیاره؟ آره آقا کارگردان، فکر کردی کسوشنه مثل مهمونی ها شما، تم داره، طویله نیستش که هر خری باجه بیاد اونجا. پشتش داری تیکه میندازی ها؟ نه آقای کارگردان. مردی که یه گی خفه شو، برو گم شو. خرم با شما بودم. یه ذره از این تعریف کردیم پسر خوبیه فلانت، زرد رفت این مسعود نفهم بیشور شد. اصلا اعتبار و قدرت من از این استیدیو رفته، من دوباره باید این اعتبار هم به دست بیارم. عجب فیلمیه واقعا. واسه ببینم اینجا چرا انقدر آرومه، من چقدر آرامش دارم. مسعود چیه باز داری عمر گل لاله نگاه میکنی؟ میگم قضیه چیه، خونه امروز خیلی ساکته. آره چون فریباز نیست، بعد امروز خیلی هم عجیب رفتار میکرد، یه چیزی صورتی هم تو ساکش بود. ویلش کن بابا، نیست راحتیم دیگه، چی کارش داری؟ چی؟ گو میخوری نیست و خوشحالی؟ تو اصلا باید زجر بکشی اینجا، اون بیا جونت بذاره. اصلا بلند شو اصلا بریم، من فوزولیم گل کرده، میخوام ببینم کجا رفته. خب از کجا باید پیداش کنیم اسکل؟ من به دودو گفتم تو چون همه تون ردیاب بذاره، هر گوری برید من خبردار میشم. چی میگی؟ یعنی کجاست؟ من فکر میکنم باید پشت این دره باشه. اوه
متشکرم خانم، من یه کمی چای سبز میدارم، اگه لطف کنید برای من بریزید. واقعا خیلی چای خوشمزه ای بود کتی خانم، مرسی. راستی شما چطوری الیزابت خانم؟ اه 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 وا مصیبتا، فریبوش داری چه غلطی میکنی؟ الیزابت خانم چایی میخوره، به منم میده، چایش خوشمزه است. به 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 به، نم 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 نم. هیچی، نشستیم اینجا مهمونی چای گرفتی. خاک تو اون سرت کنم، از هیکلت خجالت بکش. اه مسعود سرش داد نزن، من تو روزنامه خوندم میگن که نباید علایق بچه رو کور کنی. اشکال نداره پسرم، به به، چایی میخورید، منم بیام بخورم. به به، عجب چایی خوشمزه ای. اه آقای کارگردان کسخلی، اون قهوه بود. به به، عجب قهوه خوشمزه ایه. کارگردان زشت و خسته نسال، خجالت بکش، از تو گذشته این کارا. دیگوز من اومدم تو چیز نشی. آقای کارگردان من شیری نقلم این کارا رو میکنم، تو نباید بکنی که. فریباز چرا با پسرها نمیری بازی کنی؟ حداقل یه چند سری رفتم با پسرها بازی کردم، ولی نمیدونم چرا یهو پدر مادرهاشون شاکی شدن، منو پک کردن بیرون. عمو بفرمایی چایی. برو بابا. به به آقای اسمر جان. عمه خانم، دخترم بیا این دیوال، چه دختر خوبی هستی ماشاءالله، داشتیم ما با هم دیگه اینجا چای خوری بازی میکردیم. شما هم میخواییم باربی بشین؟ اینجا باربی میشن؟ بله بله، منم میخوام بشم. خره چی داری میگی؟ خرم عممه، عممه، بله عمه منه. خیلی خوب، طبق چیزی که اینجا گفتم ما باید هممون تیپ صورتی بزنیم. همگی با هم بریم تیپ صورتی بزنیم برگردیم. عمه بی خیال بابا، تیپ صورتی چیه؟ من نمیخوام، جمع کنیم مسخره بازیو. تو گو میخوری نمیخوای، حرف حرف هم به خانومه مردی که بی ناموس، البته ناموس به جز عمه. عمه پس تو چرا صورتی نپوشیدی؟ خفشو کوسکش، تو چی میفهمی؟ عمه تو حتما یه چیزی میدونسته که این کارو کرده. مثلا یه لحظه سب کن من ببینم. عمه خانم ببخشید، من کوچیک شما، این الان شما پوشیدید یعنی قرمزه که مایل به صورتی، این نمیفهمه شما، ببخشید. نه اتفاقا درست میگه، این قرمزه، من صورتی نپوشیدم، ولی یه جایی دارم صورتیه که با اندازه همه چیز کافیه. صورتیه ها؟ مسعود واقعا عمه خوبی داری، جدا میگم، میگم ببخشید شما ایرانی بودی ها؟ آخه میدونید یه خانومی بود تو اینستاگرام میگفت تو ایران دنبال صورتی نگردید، نیست. من الان در تعجبم، how is impossible. خب اینجوری هم نیست، بالاخره جنس الان پیدا میشه. ماشاءالله پرفکت. خیلی خوب، وقتشه که دیگه مراسم باربی شدن شما رو شروع کنم. وای 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 وای، خیلی سخت دارم قرار باربی بشم. خاک تو اون سرت. بعد از کلی مراحل باربی شدن با عمه خانوم، بابا عجب چایی، چای کله مورچه ای دیگه ها. باورم نمیشه امروز این کارا رو کردم. خب چی شد، ما الان باربی شدیم یا نه بالاخره؟ بله بله عمه خانم، مورد تایید شما بود یا نه؟ دن 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 دن. واقعا کارتون عالی بود، فقط یه مرحله دیگه مونده، اونم اینه که آهنگ باربی رو با هم دیگه بخونید. من حتی اگه بمیرم هم این کارو نمیکنم. هایا باربی، های کن، یو وانا گو فور ا رایت، شور کن، جامپینگ. آیم ا باربی گرل این د باربی ورلد، لایف این پلاستیک ایتس فانتاستیک، یو کن براش مای هیر، آندرز بی اوری ویر، ایمیجینیشن لایف ایز یور کریشن. کام آن باربی لتس گو پارتی. آیم ا باربی گرل این د باربی ورلد، لایف این پلاستیک ایتس فانتاستیک، can brush my hair, I'll just be everywhere. Imagination, life is your creation.
نتیجه اخلاقی این قسمت. افسار زندگی خودتون رو دست این صورتی ها ندید. منو الگو اصلا قرار ندید و من یه ذره سر این قضیه ها شلم. البته شل شدم دیگه. ببن ویدیو رو برو. خدافظ. تو سن 50 سالگی آخه چه کاریه؟ آیم باربیکل زهر مار. صورتیه که صورتی هستن به درک.